منم خدا و با عرض سلام به برنامه ینن با من رو معادل خوش آمدید. ملا هبت‌الله خانزاده رهبر امارت اسلامی با صدور فرمان کشت و کوکنار و هر گونه مواد نشابور رو در سراسر افغانستان به گونه مطلق ممنوع اعلام کردین. فرمان رهبر طالبان که امروز یک شنبه منتشر شد، در آن آمده است که پس از این هیچ کس نمیتواند کوکنار را در کشور کشت کند. ملا هبت‌الله خانزاده همچنین گفته است که با متخلفین که کوکنار کشت می کنند مطابق شریعت اسلامی برخورد خواهد شد. در این فرمان همچنان آمده است که استعمال و انتقال، خرید و فروش، تجارت، واردات، صادرات و کارخانه های تولید هر گونه مواد نشابور به گونه جدی ممنوع است. برای بس بیشتر در این مورد با آقای دکتر صادق حمیدزوی آگاه امور سیاسی که در استودیو با ما هستند و همچنان با آقای سرور نیازی آگاه امور امنیتی که از طریق اسکایپ در برنامه با ما هستند بیشتر بحث میکنیم. در نخست بحث را آغاز میکنیم با آقای حمیدزوی. آقای حمیدزوی سلام، بر شما خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای حمیدزوی، فرمان جدید رهبری امارت اسلامی مبنی بر منع کشت کوکنار را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پسر که روما جان تاسو ته درون میلمه نیازی صاحب ته او د کابل نیوز ټول لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. او بیا راځم دې ته چې دغه فرمان صادرېدل د موږ د نیک شګون او د ملت او د افغان په خیر باندې ارزوو ورته ګورو. خو دلته څه ملحوظات چې هغه به ځان سره ولري چې موږ عملا یعنی ډېر متعدین لرو په افغانستان کې چې هغوی بدبختانه دې ناوړه عادت سره اوس متعد شوي دي، او د دې لپاره ښه میکانیزم زما په انده به اوسېدلی وای چې ټولو نه ول هغه چینې مرته وچې کړې وای، یعنی کرکیله هغه له منځه یوسو، هغې نه بعد سټپ بای سټپ د دې سره سره بدیله لاره هغه خلکو ته چې یعنې هغې باندې د دې کرکیله بندوو موږ، نو هغې بدیله لاره مو ورته سنجولې وي تر څو چې دی کومه بهانه یا مجبوریتونه چې دی مخکې کوي وړاندې کوي د هغې هم مخنیوی شوی وي، هغه هم پوره شوی وي. او ورسره بیا راغله د متعدینو په مورید چې متعدینو سره لکه څنګه چې زه د یو ډاکټر په حیث یعنی اډکشن سره موږ سټپ بای سټپ لاره مخ ته وړو، موږ نشو کولی چې په یو ناڅاپه په یو ورځ یا په یو وخت کې د یو متعد د یو عمل نه راوګرځوو، ولې چې هغه دې سره سره چې رواني او جسماني دا نواقصات لري نور نواقصاتو باندې به بیخي که غږم ونه کړو خبرې ونه کړو، یعنی د ده خپل ځاني چې څومره یعنې رواني نواقصات دی ورسره لري. نو دې لپاره ښه خبره دا ده چې دې فرمان سره سره آیا موږ اسلامي امارت معتادینو ته داسې څه لاره هم اعلان کړه چې هغې د درملنې لپاره داسې سهولتونه هم ورته اعلان کړل که نه فقط دغه شی بند شولو؟ نو زه وایم چې مثبتې پایلې هغه وخت لري چې یو کار ته بندوي په یعنی مقابل کې یو داسې څه سهولت هم موجود شتون ولري چې د یو لارې نه یې راګرځوي، یو بله لاره باید ورته ولري چې په دغه لاره دا سمه ده چې په دې باندې موږ پوهیږو چې نشه یي توکي هغه که هر چی دي که چارس ده که هیروین ده که تریاک ده هغه نقص لري، هغه نواقص د هغې یعنې د کوم فامیل کې چې یو کس هم معتاد وي ټول فامیل ته زجر ګوري، ټول فامیل ورسره یعنی ډیر په تکلیف او په مشکلاتو کې ډیر مشکلات ورسره ګالي. خو د هغې رابسلو نه د یعنی یو تګلاره باید ورته شتون ولري، یو وسیله یو سهولت باید ورته شتون ولري تر څو هغه فرمان یا هغه کیسه یا هغه برنامه مثبت عملي شي. آقای حمیدزوی، حالا قرار گزارش های حکومت دوران جمهوریت اکثریت مناطق که در اوجا کوکنار کشت می شد زیر حاکمیت طالبان قرار داشت. حالا چی فکر میکنین در آن زمان چرا به شکل گسترده کشت می شد و طالبان چرا مانی نمی شدن؟ دست داد چه تیر تکمون گورو آقا یو حربی پڑاوو، آقا هر چه چا کول سنگ کدل سنگ نکدل. زه وایم چې هغه د پرون کیسه وه، پرون کې تیره شوه. موږ که غواړو چې افغانستان د خیر طرف ته د پرمختګ طرف ته بوزو، د نشه یي توکو نه په امان کې وساتو، نو ښه خبره به دا وي چې د نن سره
د نن په اثر کې چې څنګه وی د دې لپاره کار وکړو د سبا لپاره برنامه جوړ کړو، نو هغه به دا غسی وی چې اسلامي مرچ اوس د کوم اقدام وکړلو راځي چې د اسلامي مرچ سره په ګډه همکاري وکړو ترڅو دغه ناوړې بوټۍ دا ناوړې عمل رښتیا هم د افغانستان نه لري کو او دا چې ضرورت لري دا کومنګ یعنی د مونږ همکاري ته ضرورت لري چې مونږ د اسلامي مرچ سره وکړو. د باوجود په دې باندې مونږ پیګو چې کچيري وای چې طالبان نو داسې خو تیر دولت یعنی ټول نه ټوم دلته موجود و، امریکایان هم دلته موجود و، ټول داخلي او بیرونی امکانات هم د دولت تیر دولت په لاس کې و، ولې د دې مخه ونه نیول شوه؟ ولې هغې خو بار بار به دا ادا کوله که تاسو چیرته مراجعه وکړئ د امرالله صالح خبرو ته او د نورو خبرو ته چې هغلته چې وی دوی به ویلې چې دوی یو ځای کې هم نه مورچه لري نه پوسته لري، فقط راځي چریکي برید کوي نوره بیرته ځي، نو دا خو بیا د هغې سره په ټکر کې راځي. زه وایم چې هغه مسله هغه یو حربي پړاو افغانستان دغې نه ووتو، اوس په دې وضعیت کې مونږ ته پکار ده چې مونږ څنګه برنامه جوړ کړو چې د دې نه په رښتونې سره په واقعي ډول سره یعنی د خلک په رضایت یعنې دې نه لرې کړو، یو بدیله لاره م ورته وسنجوو او افغانستان پاک هم کړو. شکر آقای نیازی، سلام بر شما هم، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای نیازی، در سال 2000 وقت ملا عمر رهبر طالبان کشت خشخاش را ممنوع اعلام کردن، در اون زمان تقریبا کشت خشخاش به صفر تقرب کرده بود. حالا چی فکر میکنین؟ چقدر امکان اجرای شدن این فرمان وجود داره؟ سلام بر شما، سلام به مهمان کرمتون، سلام به بیننده های ویدیو. ببینین، من این اقدام طالبان را یک اقدام بسیار نیک و عالی میدانم. ای کاش در تمام عرصه ها چنین فرمان ها صادر شود، واقعا هم که کشت، ترافیک و قاچاق مواد مخدر یک لکه بسیار بدنام کننده بر افغانستان بود، یک داغ بسیار درشت بود در دامن افغانستان. شما میبینید که افغانستان از در قسمت قاچاق و کشت و ترافیک مواد مخدر در جایگاه نخست دنیا قرار داشت. بنان من این عمل طالبان را بسیار یک عمل خوب میدانم و در پهلویش اضافه میکنم که ای کاش یه فرمان امو وقتی که دهاقین کوکنا را میکارن امو وقت صادر میشد بسیار خوبتر و موثرتر میبود. گرچه حالا هم من مطمئن هستم که طالبان میتونن که فرامین خود به اصطلاح عملی بکنن، چون اینا سطح فساد و رشوت و واسطه و مسائل درجه کمتر از نسبت به نظام گذاشتن. شما دیدیم که چند پیش با یک فرمان چندین والی و وزیر تبدیل شد، هیچ کس هم صادر خود بلند نکد. ولی در حکومت های گذاشته اگر یک آمر حودر هم از یک جای به جای میکردی، حتی کشورهای خارجی هم مداخله میکردن و از بعض افراد و اشخاص دفاع میکردن. اما در که دکتر سب گفت که اگر ما بخواهیم که وقتی یک کسی که معتاد به مواد مخدر است او را از مواد مخدر منع بکنیم، باید راه جلوگیریش یا راه بدیلش هم جستجو بکنیم. من هم عین مسئله اشاره میکنم در پالوزی که او کار شوه، همچنان برای کشاورزا هم ضرور است که راه بدیل، چون مردم افغانستان از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف هستند، ناتوان هستند. من فکر میکنم که اگر حالا که در شرایط که امی کوکنا رزی با حاصلات رسیده و کوکنا رزی یا از بین ببرن یا این مسائل بند بکنن، اول خواهی ذره مشکل است، چون که میگه غریب جانش بیگه و نانش نه، دیگه مشکل است. و بازم اگر اینا بتانید تدبیر بکنن ضربه بیشتر دیاقین ما میبینن، که ما باید بر دیاقین خود یک بدیل حداقل داشته باشیم. در این زمینه من از حکومت بله
آقای نیازی بس همینجا است. حالا طور که شما هم یاد کردین باید بدیل برای وجود داشته باشه و قبلا هم عبدالسلام حنفی گفته بود که اگر جامعه جهانی با دهقانان افغان در زمینه کشت و معیشت بدیل همکاری کنه، طالبان متحدند که مانع کشت کوکنار در افغانستان شوند. حالا فکر میکنین که جامعه جهانی در این بخش یعنی بدیل کشت کوکنار را برای دهقانان داشته باشه؟ ببینید، یک سوال بسیار مهم و اساسی است. افغانستان تنها کشور نیست که مواد مخدر در قاچاق و ترافیک از به اصطلاح قاچاق و ترافیک مواد مخدر تنها منحصر به افغانستان است، بلکه مسود اصلی را در اینجا کشورهای بیرونی میبرند. شما میبینید که این تریاک با تعاملات کیمیایی به چندین نوع مواد مبدل میشد و اینا تا سرحد کشورهای اروپا و امریکا و استرالیا تا اونجا میرسند. یعنی تن افغانستان نیست. اگر جامعه جهانی میخواهد که در این راستا مبارزه بکنن، باید اونا راههای بدیل را، چیزی را ما وقتی از ریشه گم نکنیم، یک بوته بده یا یک نبات بده، اونا دوباره ثبت میکنه. هر قدر ما او را شاخه بوری بکنیم و دیگه هم قوی میشن. اگر اونا واقعا میخواین که با این پدیده منفی مبارزه بکنه و تمام کسایی که به یاغشته هستن و زندگی از دور نجات بتن و بخصوص همین نام بسیار خشن که افغانستان در این راستا کمایی کده، ای از بین برداشته شد، با یک مبارزه مشترک هم حکومت افغانستان و هم جامعه بین المللی نیاز است. جامعه جهانی باید کمک های اقتصادی بده به افغانستان ادامه بده. بدیل تریاک برای دهقان افغانستان، اگر او سایر مواد زراعتی است و یا اگر طور مثال زعفران است و یا درخت باغ هاست یا هر چی که است، باید این راستا دهقان افغانستان بخصوص که عموم مناطقی تریاکش میشه اینا رو باید کمک بکنن تا از این پیدا ما بتانیم که جلوگیری بکنیم. تشکر. دکتر صاحب حمیدزویی، اخیرا وزارت داخلی امارات اسلامی کمپاین را برای معالجه معتادان در کابل و شماری از ولایات براه انداختن. این وزارت گفته بود که هزاران معتاد را جهت معالجه به مراکز درمانی در کابل انتقال دادن. حالا چی فکر میکنین؟ معالجه معتادان در مراکز درمانی در داخل کشور چقدر مؤثر تمام خواهد شد و از دید شما آیا امکان داره که اینا به گونه دائمی از اعتیاد رهایی پیدا بکنن؟ دسته در اومجانه طول نوال خوکازه دیو دکتر په هست مونگو گرو چه اغا چوک چه در ایدکشن لری داغی زیاد مصرف بکم شو بنده لگی، یعنی که چیری دو دوی یعنی مونگ ستیپ با ستیپ چه کم دوا یا کم ترکیب اغیت جلو ولگی گی اغا دومره مصرف تضرورت نلری. خود ده او سوال ده اغی نمن ساتل ترغی پوری چه ده وین جریان چه پا چومره وقت کی یعنی نوی کی گی ترغی پوری یعنی ده او سوال ده اغی محرم ساتل کولی شي چې د هغې نه مخنیوی وکړي. خو دلته چې یو سوال راولړېږي هغه مهم هغه دغه ده چې آیا دغه کس بیرته بیا ریلپس یعنې بیرته به بیا معتاد شي که نه شي؟ که چیرې د مونږ دا وپلټو وپوښتو چې دی ولې معتاد شو، د بیکارۍ نه معتاد شو، بل چا قصدن معتاد کړلو، یعنې څه رقم یعنې دا معتاد شو، هغه تاریخچې ته ورشو، یا په افغانستان کې معتادین ولې معتادین شول دومره زیات، وجه څه وه؟ هغې لامل ته د پای ټکه یا د هغې لامل لپاره داسې برنامه داسې میکانیزم جوړول چې تر څو حد یکل دا کې کومه کړی وي چې د داسې ناوړه یعنې داسې چې خپل ځان وژنې په ځان بربادۍ باندې عمل د دې عمل یو تر حده حکومت همکاري وکړي چې د هغې نه مخنیوی وکړي. نو دې سره دا نه تنه په دې باندې نه ده چې دا یعنې ما په 15 ورځې یا 3 میاشتې دا ما په روغتون کې وساتلو دا سمه دمنه مې کړلو د داغه نه منه شولو بیرته بیا هغې لارې ته ورنشي بیرته هغې ته بیا ریلپس ونکړي. نو دې لپاره هم یعنی برنامه قوي برنامه او میکانیزم دا باید جوړ کړو. مونږ بدبختانه بعضې کړنې او چارې هغه که په سیاسي لحاظ دي هغه که په اقتصادي لحاظ دي هغه که داسې هر مواردو کې دي هغه مونږ باندې یعنی مونږ ته یعنی تحمیل شوي راپاتې شوي چارې دي. نو د دې لپاره قوي برنامه قوي عزم او دې سره سره
یعنی مونږ بیرونی پالیسیو تم داسې ضرورت لرو چې مونږ خارجیانو بیرونیانو هم راوهڅو دي ته چې که ته غواړې او ته رښتونی ځان د دې نقطې نه ځان متضرر بولې نو دغه ده ما شروع وکړه راځه ته همکاري وکړه چې دې شي ته پای ټکی کېږدو که ته په واقعیت کې رښتیا چې تر اوسه پورې دي د څومره مسلمانان ووژل په افغانستان کې یا په عراق یا په دې نورو ځایونو کې د دې نوم د دې عنوان تر لاندې چې زه د مواد مخدر ضد مبارزه کوم زه د تروریزم ضد مبارزه کوم زه د دې یو شی او بل شی ضد مبارزه کوم نو الله مهرباني دغه ده دا ګز او د میدان د عملي ډګر نو زه وایم چې هغې ته مونږ فارن پالیسي یعنې تعاملاتو ته معنې که چیرې مونږ هغې ته لاره غواړو چې اواره کړو نو تعاملاتو ته هم ضرورت ده نو زه فکر کوم چې اسلامي عمارت کولی شي دومره څه مسلې خو تعاملات باید ولري یعنې هغه که داخلي همکاري دي د ملت او د خلکو او د ټولو د مساتو او دې سره خارجي همکاري آقای حمیدسوی قبلا آقای مجاهد هم گفته بودند که دهقانان افغان از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسب قرار دارند و تلاش ها برای جلب کمک های جامعه جهانی در زمینه کشت بدیل کوکنار آغاز شده. حالا از دید شما تا حالا امارت اسلامی کدام کار مثبت را برای جلب کمک های خارجی در بخش بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان انجام داده؟ ټول نوول خو زه وایم چې یو شی به همدغه چې د مواد مخدر ضد عملیات د پخپله یو مثبت ګام ده خصوصا یعنې هم د افغانستان په خیر هم د نړیوالو په خیر ده ټول نوول ده او دې سره سره سل فیصده راضي ده چې الحمدلله د اسلامي عمارت په لاس کې ده امنیت ده امن ده او دلته مونږ یعنې د تیر په څیر مونږ ډیرو شیانو ته ضرورت نه لرو که چیرې نړیوال غواړي چې رښتونی افغانستان یو ودان زرغون افغانستان واوسیږي رښتونه یعنې لکه کوم څه لکه د دیموسایډ او د جنوسایډ او پولیتیسایډ یا ماس مرور دغه ټغرونه په افغانستان کې غوړول شوي وو تپل شوي وو د هغې نه راخلاص کي چې هغه په خپله زمینه د دې شیانو ته برابروي مواد مخدر یا داسې نورو لارو ته یا کچاک یا مهاجرت دې ټولو شیانو ته یعنې همغو ټغرونو لاره ورته پرانیستې وه نو زه وایم چې که نړیوال اوس رښتونی همکاري کوي غواړي د دې شي سره نو باید د اسلامي عمارت سره اوس تعامل وکړي او د اسلامي عمارت که زه وایم چې هغه شپه ورځ په دې باندې لګیا ده وسلو ته ځي ترکیې ته ځي بل ځای ته ځي د تعامل لپاره هغه بار بار دا اعلان کوي او چغې وهي چې مونږ د هیچا سره بدې اړیکې نه غواړو مونږ د ټولو سره غندې اړیکې لره غواړو خو شرط یعنی چې زما حاکمیت د دولت یعنی حاکمیت او ملي ارزښت دا باید په امان کې وي داسې نه چې ته وایې ما ته چې زه حاکم دی زه وم او فرمایش دې ستا پلي کېږي نه زه وایم چې که ته راځه یعنې حسنه تقاضا څه شی لرې مهرباني وکړه مشورې ته زه یعنې اسلامي عمارت هم فکر نه کوم چې ورته نه وکړي یا انکار وکړي نه خو زه وایم چې فرمایشات دې پکې نه وي مداخلې دې پکې نه وي راځي هغه څه ته یعنې په رښتوني په واقعي هغه څه چې یو د ملت یو د یو جغرافیې د یو هیواد کوم حق وي په نړیوال په نړۍ په سطحه یا په نړۍ کې هماغه حق استقلالیت دې ورکړل شي مداخله دې نه کول کېږي او بلکې را دې شي تعامل دې وکړي همکاري دې وکړي په دې عرصه کې چې هم به دی په امان وي هم به د افغانان د آرام سا وخت آقای نیازی گفته میشه که در قاچاق و کشت کوکنار مافیای بین المللی و قاچاقبران بزرگ دست دارند حکومت امارت اسلامی با این مافیا چگونه برخورد خواهد کرد و فکر میکنین که توانی را داشته باشن؟ کاملا دقیق بر علاوه مافیای بین المللی افراد و اشخاص بلندپایه حکومت گذشته نیز در قاچاق دست داشتن به سطح وزیرا به سطح وکلای پارلمان به سطح معینان که اونا تشویق میکردن و همکاری میکرد مافیا مواد مخدره در افغانستان و پولای هنگفته به جیبای از اونا از این طریق میرفتن شما میبینین که همون مفسدین امروز صاحب بلند منزل ها و شهرک ها و سرمایه های بسیار گذافی هستند ولی ما اینکه چطور بتانیم جلوگیری بکنیم همونطور که پیشتر من خدمت شما عرض کردم که یکی خوراهای های بدیل شما باید جستجو بکنیم و طالبان چون تمام اراضی افغانستان به دستشان است و اینا میتونن به خوبی به اصطلاح این کشت و زر مواد مخدر میتونن که به بسیار آسانی و به خوبی به اصطلاح منع قرار بدن اما
در پالوی از این کمیته شما اشاره کردیم که مافیای بین‌المللی است که او با مافیای ملی ما که او مافیایی که در افغانستان هستند، یعنی این تنها چیزی نیست که این پدیده سالهای سال دوام داشت در افغانستان، بر علاوه از این تریاک دیگه ذخیره هستند، اونجا فابریکه های بسیار بزرگ پروسس مواد مخدر است در پالوی از این که ما دهاقی نبرش رای بدیل پیسه پیدا بکنیم، در پالوی از این ما به سرحدات کشور صدر بکنیم. این مسئله بسیار مهم و ارزنده است. اگر ما سرحدات کشور سطر کرده تانستیم، در برالاوه قاچاق مواد مخدر سایر پدیده منفی دامنش از افغانستان برچیده میشه، مثلا اگر اون مداخلات کشورهای همسایه است یا عبور و مرور غیر قانونی گروه های تروریستی و یا سایر گروه ها است، تمام این مسائل از بین برداشته میشه. من فکر میکنم که وقتی اگر ما میخواهیم که با یک پدیده مبارزه بکنیم، او را باید از ریشه خوش کنیم. شما اگر یک بته بعد هر قدر از تنه قیچی کنین یا شاخه قیچی کنین، او دیگه هم رشد میکنه، ولی اگر ریشه های را از بین بردیم، در اون صورت ما میدانیم که مثلا او بته بعد از بین ببرین. به می شکر برای که ما دیاقین باید تشویق میکنیم در پالوی ازی همه مافیا مواد مخدر باید اینا سخت مورد مجازات قرار بگیرن، اینا تعقیب شوند، اینا بزندر انداخته شوند، اینا از یک طرف عامل بدنامی و لکه بده که بر پیشانی افغانستان خورده عاملی نیست، اینها هستن. با از طرف دیگه امروز میلیون ها افغان به این مواد مخدر آغشته است، عاملین از اونا یا مسببین از اونا هم اینا هستن. و در پالوی دید ما سرحدات کشور سطر بکنیم، ما میتونیم به درستی در مقابل مواد مخدر مبارزه بکنیم و این پدیده منفی را از افغانستان برشیدیم. آقای نیازی، مورد را که شما پیشنهاد کردین، حالا چی فکر میکنین امارت اسلامی در نخست کدام مورد را در اولویت باید قرار بده؟ خب در آغاز خوب اینا چون من قبلا هم گفتم آرادی افغانستان رو به در دسترس از اینا هستن، هیچ قریه نیست، هیچ بدخل نیست که در روز طالب وجود نداشته باشه. اینا بیتار باسانی میتونه که مردم از طریق شما ببینین. من یک مثال میگم، در زمان امالله خان، زمانی که امالله خان به اکسس لکارا دست انداخت و به زم یا به فکر و اندشه ملا خوش نخورد، علیه امالله خان فتوا صادر کردن و امالله خان مجبور به فرار شد و نظام اعلان کرد. به این خاطر ما این موضوع رو میخوایم بگویم که در افغانستان مردم ما برای فتواهای ملاها یا برای نظریات اونها یا به گفتارهای از اونها عرض میگذارن. امروز اگر اینا از طریق چون آل ملاها خودشان سر قدرت هستن و اینا میتونن از طریق منابر مساجد، از طریق موعظه های دینی، خطبه ها این مسئله را برای مردم بفهمانند که یک عمل غیر مشروع است و این حرام است و از جانب هم راهای بدیلش را جستجو بکنه برای دیاخین که اونا بتانن یوازش دافران یا دورخت های میوجات یا مالداری یا با کمک جامعه جهانی. البته جامعه جهانی رولش در این راستا بسیار مهم است. ما امیدوار هستم که حکومت افغانستان، جامعه جهانی مشترکن و مردم افغانستان خصوصا ملاها و ملایمامان مساجد در این راستا هم دست به دست هم بدن، یک پدیده بسیار با آسانی از بین برده میشه. ولی اگر ما نشه ها از این را خوش نتازیم بسیار مشکل است. و به عنوان آخرین پرسش آقای حمیدزوی از شما، حالا این فرمان صادر شد، مکلفیت مردم در بخش اجرای شدن این فرمان چی است؟ مردم باید چی کار بکنن و چگونه همکاری کرده میتونن با امارت اسلامی تا اینکه فرمان به گونه درست اجرای شود؟ داسې ده چې رومه جانې، موږ که چیرې وګورو بدبختانه ډېر مظلومیت او ډېرې لاچارۍ کې قرار لرو. افغانستان ملت فقر او غربت او اقتصادي دا ټول ناورینونه ټول ناخوالې دا په افغانستان کې اوس شتون لري. عملاً افغان وګړي ورسره مشتو ګریوان دي. نو زه وایم چې هر هغه څوک چې هغه که چیرې لږ څه وسه کېږي، هغه خو دا سمه ده چې هغه خو به د دې یعنی هم چې اسلام کې حرام ښودل شوي دي او دې کرکلي ته به هم زړه ښه نه کېږي، استعمال ته خو څه کوي. خو زه دا د خلکو همکارۍ سره سره د اسلامي عمارت داسې برنامه دا ډېره ضرور ده
چې بدیل لاره دا ورته وسنجول شي، یعنی معتاد که زه لرې کوم بدیل لاره، یعنی هغه لاملونه هغه وپوښتل شي وپتل شي، هغې نه بعد هغې لپاره یو منظم پلان جوړ کړلی شي، هغه په یعنی کار باندې بوخت کي یو داسې ځای کې هغې ته یعنی د وزګارتیا نه هغه باید خلاص شي تر څو بېرته بیا ریلپس ونه کړي. او دې سره راغللو هغه څوک چې هغه یعنی د مجبوریتونو په اساس یعنی په هغوی کرونده یعنی کروندګر هغوی کرل او کرنه او دغه شیان ترسره کوي، نو هغې لپاره یعنی بدیل د هغه یعنی داسې یو شی داسې مواد ورکړل شي تر څو د هغه خپل د فکر او غربت هغه هم پرې ورک کړی وي، هغې خپل لوکې خېټه هغه هم مړه کړې وي، د ماشومانو خېټه هم مړه کړې وي. هغه به زه فکر نه کوم چې بیا دې ته زړه یعنی یا هغه خط کړي. نو زه وایم چې دې سره سره د ملت همکاري سره سره د اسلامي عمارت برنامه دا شتون دا ډېر ضرور ده، دا باید ورسره اوسي. خیلی ممنون آقای صادق حمیدزی آگاه امور سیاسی که وقتتان را بر برنامه ما گذاشتین. خیلی ممنون از شما و همچنان خیلی ممنون از آقای سرور نیازی آگاه امور امنیتی که وقتشان را بر برنامه گذاشتن. و بیننده های عزیز از شما هم سپاس. تا بعد، خدا نگهدار.